داستان جورا وقتی خواستم زن بگیرم با خودم گفتم باید دختری از خانواده طبقه پایین بگیرم که با دار و ندارم بسازه و توقع زیادی نداشته باشه واسه همین یه دختر 23 ساله به اسم سباحت انتخاب کردم جهیزی نداشت بابا یه کارمند ساده بود چهره چندان جذابی هم نداشت و من به خاطر انتخابم خوشحال بود سباحت زن زندگی بود بهش میگفتم امشب بریم رستوران میگفت نه چرا پولو خرج کنیم میگفتم سباحت جان لباس بخرم میگفت مگه شخصیت آدم به لباسه تا اینکه براش به زور یه جفت جوراب خوشگل خریدم دو ماه گذشت اما همسرم جوراب نو رو نپوشید یه روز گفتم عزیزم چرا جوراب تازه رو نمیپوشی با خجالت جواب داد آخه این جورابا با کفش های جور در نمیاد. به زور بردمش بیرون و براش یه جفت کفش نو خریدم. فرداش که میخواستیم بریم مهمونی باز کفش و جوراب رو نپوشید. بهش گفتم چرا تو کفش و جوراب تو گذاشتیش رو صندوق رو نمی جواب داد آخه لباسام با کفش و جورابام در نمیاد. همون روز یه دست لباس براش گرفتم. اما همسرم باز نپوشید. دلیلش همین بود این لباس ها با بلوز کهنه جور در نمیاد. رفتم دو تا بلوز خوب هم خریدم. این دفعه روسری خاص. روسری رو که رو خریدم دیگه چیزی کم و کسی نداشت. اما این تازه اول کار بود. چون جوراباش کهنه شدن و پیرهنش هم از مد افتاد. و از اول شروع کردم به خریدن کم و کسی های خانم. تا اینکه یه روز دیدم اخماش رفته تو هم پرسیدم چته گفت این موها با لباسام جور نیست قرار شد هفته یه بار بره آرشگاه بعد از مدتی دیدم سباحت به فکر رفته به هم گفت اسباب اساسی خونه قدیمی شده و با خودمون جور در نمیاد عوض کردن اساسی خونه ساده نبود اما به خاطر همسرم که کم توقع بود عوضش کردم مبلو پرده و میز ناهارخوری و خلاص همه اساسی خونه عوض شد. سباحت تو خونه باباش رادیو هم ندیده بود. اما تو خونه من شبها تلویزیون میدی. چند روز بعد از قدیمی بودن خونه و کسیفی محل حرف زد. یه آپارتمان شیک توی که از سیابونای بالا شهر گرفتم. اما این بار اساسیه با آپارتمان جور نبود. دوباره اساسیه را عوض کردم. بعد از دو سه ماه دیدم سباحت باز درخ کرده. پرسیدم دیگه چرا ناراحتید؟ طبق معمول روش نمیشد بگه. اما یه جوری که ماشین می با کل قرض و یه ماشین هم واسه خانم خریدم. حالا دیگه با اون دختری که زمانی زن ایدهال من بود نمیشد حرف هم زد. از همه خوشکلا خوشکلتر بود کار شده بود استخر و سینما و آرشگاه و پارتی. دختری که دیگه ویسکی میخورد. مدام زیر لب میگفت آدم باید همه چیزش با هم متناسب باشه. اوایل نمیدونستم منظورش چیه چون کم و کسری نداشت. خونه، زندگی، ماشین، اساسیه و بقیه چیزا رو که داشت. اما بعد از مدتی فهمیدم چیزی که در زندگی سباعت خانوم کهنه شده و با بقیه چیزا جور در نمیاد خود من هستم. مجبور شدم طلاقش بدم. خونه و ماشین و اساسی و هر که داشتم با خودش برد. تنها چیزی که برامون همین لقب آسم جورابی بود. یه جفت جوراب باعث شد که همه چیز به هم بخوره. کاش دستم میشکس و براش نمیگیره.